مدتی که زن و بچه‌ش توی بیمارستان گم میکنه و برای پیدا کردنشون به هر دری میزنه. یلاسیا سلام، امروز براتون فیلمی آوردم به اسم فرکچرد یا شکسته که 1200 بار چند تا دوستان کامنت گذاشتنش و حالا اونورم بالاخره قرارش بدیم. فیلم باحال، یه سبکش روانشناختیه و خیلی هم خفن برام ساخته شده. حتما یه بارم که شده ببینید، چون نکته های جالبی توش داره. بریم ما فیلمو ببینیم. حواستون به اسپویل کامل صحنه خشنش هم باشه. با شروع فیلم مردی به اسم ریو همراه همسرش جوان و دخترشون پری میبینیم که توی اتوبانن. زن و شوهر دارن بحث میکنن و مشخص آخرهای ازدواجشون رو میخوان جداشن. پری دستشویش میگیره و کنار یه پمپ بنزین وامیستن. پری و مادرش میرن دستشویی و ری میره داخل مغازه که برای هدفون دخترش باتری بگیره و یه نوشابه و قهوه هم برای جوان بخره. اما وقتی میفهمه پولش به مشروب برای خودش نمیرسه، باتری های دخترش رو پس میده و به جاش دوتا باتری ویسکی میگیره. به زن و بچه‌ش هم دروغ میگه که مغازه باتری نداشته که دعواشون نشه. یه لفه پری میفهمه امپتری پلیرش گم شده و پیاده میشن تا اطراف ماشین رو بگردن. موقع گشتن دست ری میخوره و لیوان قهوه رو صندلی میریزه. مادرم میره دستشویی رو بگرده و این وسط که حواس دوتاشون پرته، پری میره به خرابای کنارشون که بادکنکی که دیده رو برداره. همین لحظه سگ پیدا میشه و پری از ترس خوشش میزنه. ری متوجه میشه و با آرومی میاد جلوتر. این در حالیه که پری هم بین یه ارتفاع و سگی که جلوش گیر کرده. ری هر کاری میکنه حواس سگ پرت نمیشه و در آخر سنگی رو پرت میکنه طرفش. اما حرکت سگ باعث ترسیدن بچه میشه و یه دفعه از عقب میفته. ری هم برای نجاتش میپره و وقتی چشمشو باز میکنه سر خودش آسیب دیده و دخترش هم کنارشون افتاده و همسرش هم میاد تا دختر رو چک کنه. ری هنوز سردرگم و جوان میاد سمتش و فریاد میکشه که از شوک بیرونش بیاره. برای چند لحظه ری به خودش میاره، با هول دادن جوان به طرف دیگه چند تا نفس عمیق میکشه و میره سمت پری که چشماشو باز میکنه و ری یه نفس راحت میکشه. دست بچه شکسته و برای همینم ری بدون توجه به حرفای همسرش سوار ماشین میشه تا سری بچه رو ببرن بیمارستان. بعد مدتی هم میرسن، در حالی که زن و بچه رو صندلین ری میره که فرم اورژانس رو پر کنه. کلی آدم دیگه هم هستن و پرستار میگه صبر کنید نوبتشون شه. ری هم کنار جوان میشینه و با نگرانی منتظر دکترن. جوان بهش میگه ببخشید اگه باهات بد حرف زدم و ری هم آرومتر میشه. وقتی پرستار تلاشون میکنه ستای به اتاق چکاپ میرن و پرستار دیگه اطلاعات کاملتر رو از ری میگیره. سوالات عجیبی هم میپرسه و وقتی اصرار میکنه که ری فرم اهدای عضو دخترم امضا کنه، مرد یکم عصبی تر میشه. پرستار هم خیلی گیر میده و باز ری قبول نمیکنه تا دکتر سر میرسه و دختر رو بستری میکنن. بعد معاینه دکتر تایید میکنه که دست بچه شکسته و باید گش بگیرنش. بابت ضربه ای هم که به سرش خورده میگه برن طبقه پایین بیمارستان و بچه رو اسکن کنن. خلاصه که ری میمونه توی لابی و جوان همراه پری میرن زیر زمین. یه لحظه ری خوابش میبره و وقتی بیدار میشه میبینه چند ساعت گذشته اما هنوز خبری از زن و بچهش نیست. پرستار جدیدی که اومده هیچ اطلاعی راجع به این دو نفر نداره و میگه اصلا اینا اینجا نیومدن. ری عصبی میشه اما بازم اسم پری رو تو لیستی هیچ کس پیدا نمیکنه و در آخر میخواد با همون دکتری که دیده بود صحبت کنه. میفهمه اونم شیفتش تموم شده و ری شروع میکنه به داد و بیداد. پرستار به اتاق سی تی اسکن زنگ میزنه اما اونا هم میگن اصلا جوان و پری اینجا نیومدن. ری خودش هم لیستو میبینه و پرستار کلافه دیگه بهش توجهی نمیکنه و اصلا باهاش حرف نمیزنه. مرد شروع میکنه به گشتن دنبال بچه‌اش و نگهبانا نگهش میدارن. از دکترها خواهش میکنه کمکش کنن اما اونا هم نظرش مثل پرستاره و میگن اصلا شاید این مرد به بیمارستان اشتباهی اومده. تو همین گیرو دار بالاخره اون پرستار اول پیداش میشه و با دیدن ری تایید میکنه که جلوش فرمو پر کرده. مرد خیالش راحت تر میشه اما پرستار میگه ولی تنها اومدی، کسی هم همراهت نبود. مرد که دیگه خیلی عصبیه میخواد به پرستار حمله کنه که دکترها بهش آرام بخش میزنن و نگهبانو میبرنش توی اتاق و در روش قفل میکنن. اونم سرگیجه داره اما میدونه که همه توی این بیمارستان دروغگوان و برای همین هم یه سرنگ آدرنالین به خودش میزنه تا آرام بخش اثرش از بین بره. بعدم شیشه پنجره رو میشکنه و با خروج دوباره میفته دنبال دخترش. نگهبانم دنبالش اون ری که چاره ای نداره از بیمارستان فرار میکنه بلکه بتونه برای خودش کمکی پیدا کنه. با دیدن یه ماشین پلیس سریع میره جلوی مامورا و قضیه گم شدن جوان و پریو میگه. اونا هم یکم شک میارن ولی تصمیم میگیرن بهش کمک کنن. حالا ستای میان داخل بیمارستان و پرستار با دیدنشون سریع به نگهبان زنگ میزنه و خبر میده. ری همراه پلیسا میره پیش پزشک اصلی و اونم میگه بعضی وقتا توی گزارشات اون اشتباه پیش میاد و شاید حق با تو و مشکل از ماست. ری هم که فکر میکنه دستشون رو کرده میخواد که راه و اتاق اسکن رو بهشون نشون بده. میرن تو آسانسور و طبقه سوم پیاده میشن. هیچ خبری هم از پری و جوان نیست اما ری شکش بیشتره و به پلیسا میگه اون موقع زن و بچه‌م رفتن زیر زمین، شما گفته بودید اتاق سی تی اسکن اونجاست، اینا الکی آوردنمون طبقه سوم. پلیسا یکم شکشون به ری حالا بیشتر میشه و پرستار سر میرسه که فرم امضا شده ری دستشه.
با اینکه به پلیس‌ها ثابت میشه ری قبلا هم اینجا بوده، اما هیچ اسمی از زن و بچه‌اش نیست. برمیگردن به لابی که دکتر قبلی بیمارستانم به خاطر درخواستشون برگرده اینجا. به پلیس‌ها میگه ری امروز اومد بیمارستان ولی به خاطر ضربه‌ای که به سر خودش خورده بود با من درمانش کردم. اما اصلاً کسی به اسم پریا جوان رو نیورده بود و نه اسمش رو بهم گفت. بعدم از ری خواستم از سرش اسکن بگیره اما مخالفت کرد و هی میگفت همسرم ابی تو ماشین منتظرمه. پلیس‌ها بیشتر به ری مشکوک میشن چون گفته بود که اسم زنش جوان و اونم توضیح میده که همسر سابقم ابی بود. دیگه هیچ کس باورش نداره و برای آخرین بار میگه شما همتون آدم ربایید و زن و بچه‌مو پیدا میکنم. نگهبان بیمارستانم میگه که بیا فیلمای دوربین مدرسه رو چک کنیم و موقع انجام این کارم باز اثری از پری و جوان پیدا نمیشه. ری متوجه میشه صندلی که روش نشستن تو هیچ کدوم از فیلم‌ها نبوده و میگه دوربینا خانواده‌مون نشون ندادن. دیگه مامورای پلیس هم عصبیان و با اینکه ری شاگردن دخترش هم از کنار یه تخت پیدا میکنه بهش میگن تو توهم زدی. ری خواهش میکنه باهاش برن به پمپ بنزین که ظهر رفته بودن تا دوربینای اونجا رو هم چک کنن و ثابت چه که زن و بچه‌اش باهاش بودن. اما حالا دکترم میگه این مرد شرایط رویش خطرناک و نباید بره بیرون و روانپزشک بیمارستانو صدا میکنه که معاینه‌اش کنه. روانپزشک ریو میبره به اتاقی و با نشون دادن کلی مدرک میگه زن و بچت اینجا نیستن، نگاه کن. پس لطفاً همه اتفاقا رو به یاد بیار و واقعیت رو بگو. ری نمیدونه چی کار کنه و در جواب سوال روانپزشک از زن سابقش ابی میگه یه بار مست بودم و دوتایی تصادف کردیم. زنم ابی رو از دست دارم و نابود شدم تا اینکه جوان پیدام کرد و منو به زندگی برگردون. حالا باید پیداش کنم. روانپزشک میره پیش پلیسا و میگه بهتر بریم پمپ بنزینی که میگه رو هم چک کنیم. احتمال داره اتفاق بدتری افتاده باشه. خلاصه که دوتا مامور پلیس همراه ری و روانپزشک میرن پمپ بنزین و بعد درخواست پشتیبانی برای گشتن منطقه وارد همون خرابه که پری افتاد داخلش میشن. لوازم بچه اونجاست و تو قسمتی هم کلی خون ریخته. مامور با نگرانی میگه این نمیتونه برای ری باشه چون از سرش انقدر خون نمیاد. ری با عصبانیت شروع میکنه به دعوا مامورا و میگه اصلا شما هم دستتون به بیمارستان توی یک کاسه است و برام صحنه سازی کردید که منو بندازید زندان و زن و بچه‌مو بدوسید. روانپزشک میره پیش ری و مدام میپرسه قشنگ فکر کن حقیقت رو بگو، چه بلایی سر پری اومد؟ تو هولش دادی؟ ری میزنه زیر گریه و از یه رفعه ساکت میشه و هیچی نمیگه. پلیس هم میان تا دستگیرش کنن و یه رفعه اسلحه یکیشون رو میدوسته. بعدم روانپزشک گروگان میگیره و مجبورشون میکنه برن داخل پمپ بنزین، در روشون قفل میکنه. کارت ورود روانپزشکم میگیره و میگه نمیذارم شما آشغالا با نقشتون منو خرم کنید. بعدم راه میفته با ماشین پلیس برمیگره بیمارستان. اسلحه رو قایم میکنه و میره داخل و میخواد زیرزمین رو چک کنه، جایی که پری و جوان رفتن. وقتی به بخش نوزادها میرسه یه لحظه خاطره ای تصرفی که با همسر سابقش داشت رو به یاد میاره، جایی که همسر سابقش که الان هم میفهمیم حامله هم بوده به خاطر مست بودن ری و اون تصرف جونش رو دست داده. راهو ادامه میده و بعد پوشیدن یونیفرم یه دکتر میره تو آسانسور که با همون نگهبانا روبرو میشه. دعوای بینشون شکل میگیره و در آخر ری با خفه کردن یه نگهبان کلیدشو برمی‌داره و میرسه به زیر زمین و دیدن عروسک پری بهش امید تازه میده. شروع میکنه به گشتن اتاقا و با دیدن دوتا پرستار که دارن چرخی حاوی اعضای بدن انسان رو جابجا میکنن بیشتر میترسه. توی یکی از اتاقا هم دوتا آدمو میبینه که همه اعضای بدنشون در اومده و حالا مطمئنه که بچه‌شو آوردن اینجا تا ارزشو بفروشن. با سوالات بیشتری اتاق بعدم میگرده که چند تا پزشک دارن عمل رو دخترش شروع میکنن. همسرش جوانم رو صندلی و به خاطر آرام بخش بیهوشه. سری اسلحه‌شو میکشه و بعد گذاشتن زن و بچه‌ش رو ویلچر میخواد در بره که دکترها میگیرنش. اونم با شلیک اسلحه انفجاری به وجود میاره و همشونو میکشه و موفق میشه همراه زن و بچه‌ش بیاد بیرون و بره سمت آسانسور و هر کی سر راهش هستن بهش شلیک میکنه. بالاخره میرسن به ماشین. جوان و پریو میذاره رو صندلی عقب و راه میفته. دوربین میره عقب و میبینیم کسایی که نشستن دو تا آدم کلا ناشناسن. کسایی که ری به خاطر توهم از وسط عمل جراحی دزدید و فکر میکنه زن و بچه‌شن. حالا واقعیت اتفاقی که صبح افتاد رو میبینیم. وقتی پری بالای سکو افتاد ری هم پرید که نجاتش بده اما سر خودش آسیب دید. پری هم به خاطر ضربه شدید همونجا جونش رو از دست داد. همسرش جوان با نگرانی اومد طرفشون و لحظه‌ای که ری هولش داد کنار میلگری تو سر زن فرو رفت و اونم مرد. اما ری به خاطر این غم بزرگ توهمی از زنده بودن اونا تو ذهنش ساخت و سکانس آخر میبینیم که جنازه زن و بچه توی صندوقه.
ری توهمی میزنه که اونا رو صندلین و بهش میگن بریم خونه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. فیلم خب نمیشه بهش گفت پایان باز، به خاطر اینکه به نظر من کاملا واضحه که همه چیز توهمه و همه چیز داره اینو نشون میده. نکته اولی که به ما اینو ثابت میکنه توی ظاهر ری کاملا مشخصه. ری وقتی که میره توی بیمارستان کلش ترکیده و کلا زن و بچه‌ش انگار میرن معاینه میشن دیگه، ولی بعد از اینکه میخوابه به هوش میاد میبینیم که پیشونیش کلا چسب زده شده و این یعنی که خودش معاینه شده. این به نظرم اصلی ترین چیزی که داره ثابت میکنه خودش همه اتفاقا براش افتاده و توهم زده که کلا بچه و زنش هم آورده بوده اینجا. نکته دوم همون عروسکی هست که پیدا میکنه. خب عروسکی که میبینه هیچ کس دیگه اینو نمیبینه، چرا نمیره مثلا به جای اینکه بره پایینو بگرده بره پلیسا نشونش بده بگید ثابت بشه بفهمن که واقعا بچه اینجا بوده، چرا این کارو انجام نمیده؟ چون عروسک فقط توهم توی ذهن خودشه. و نکته سوم هم که خب خیلی واضحه داره همون آخر نشون میده اون جنازه ها رو کلا که اصلا زن و بچهش نیستن. باز یه سری ها میگن که نه پایانش اینطوری نیست، پایانش باز، کلا هم میتونه اینطوری باشه هم میتونه واقعا زن و بچهش دزدیده شده باشن و اون بیمارستان کلا همه چیز بد بوده، اما نه اصلا اینطوری نیست. کاملا داره نشون میده که این مرد اصلا مشکل شیزوفرنی داره و بیماری ذهنی گرفته و کلا همه چیز داره اینو نشون میده کاملا واضحه. گفتم شیزوفرنی، میرسیم به حرف بعدیمون در مورد این فیلم. خیلی قشنگ میاد این بیماری شیزوفرنی یا همون اسکیزوفرنی رو به ما نمایش میده و اینکه یه نفر میاد برای خودش شخصیت هایی رو میسازه و توی ذهنش صداشون رو میشنوه، توهم هایی رو میبینه و کلا قشنگ میاد اینو به نمایش میذاره. وقتی بحث بیماری های روانی توی فیلم ها میشن، چند تا فیلم هن که واقعا میدرخشن، حالا جدا از این فیلم که میگم اونقدری که باید به نظرم خفن نیست، ولی خب داستان جالبی داره، بازیگریش خفنه و کارگردانش هم خیلی خوب بوده کلا. اما توی این سبک فیلم هایی که در مورد بیماری های ذهنی بخواد صحبت بکنه، به نظرم یکی از خوبا فیلم اسپلیت، فیلمی که در مورد یه آدمی که نزدیک به 60 شخصیت مختلف داره و بازیگرش میتره کنه، یعنی یکی از خفن ترین بازیاش کلا و حتما ببینش توی کانالم قرارش میدم. ولی خب چیزی نیست که بخوام خلاصش رو بگم، به خاطر اینکه بیشتر دیالوگ محور تا اینکه بخواد ترسناک باشه. اینکه میبینید یه نفر میاد 60 شخصیت برای خودش میذاره، شخص خورده ای حالا دقیق نمیدونم، ولی انقدر قشنگ میاد همه رو بازی میکنه و کلا بیماری اختلال چند قطبی رو به بهترین شکل به نمایش میذاره. و میگم کلا توی سبک بیماری های روانی یکی از بهترین فیلم هاست. حتما بازم میگم یه بار اونو ببینید، منم خلاصش رو میذارم ولی خودتونم ببینید. دیگه همین، نمیدونم توی این فیلم زیاد چی بگم به خاطر اینکه کلا جای بحث و بررسی زیادی نداره و این فیلم سرگرم کننده است بیشتر، فقط چون خیلی پیشنهاد داده بودید گذاشتمش. قطعا فیلم های بهتر رو به زوری براتون میذارم. ممنون که تا الان با کانال بودید، زیاد حرف نمیذارم توی این ویدیو، لایک کامنت سابسکرایبتون نره، تو کانال زاپاس جوین بشید. روزتونم گلسی.